سلام به اولین بخش خبری امروز از تلویزیون فارسی بی بی سی خوش آمدید. از ساعتی پیش رأی‌گیری سراسری در آمریکا شروع شده. با توجه به اختلاف ساعت، حوزه‌های رأی‌گیری در بعضی ایالت‌ها تا صبح فردا به وقت تهران باز می‌مانند، ولی انتظار می‌رود نتایج در ایالت‌های سرنوشت ساز در 12 ساعت آینده مشخص شود. دو نامزد اصلی هم تا پاسی از شب مشغول تبلیغات و تشویق کردن حامیانشان به مشارکت گسترده در رأی‌گیری امروز بودند. این در حالی است که بیش از 46 میلیون نفر پیش از موعد رأی دادند. بهمن کلباسی از یکی از بزرگترین تجمع‌های انتخاباتی شب آخر و پایان این کارزار نفسگیر گزارش می‌دهد. تا 35 هزار نفر در مرکز شهر فیلادلفیا، نمایش قدرت هیلاری کلینتون در آخرین شب تبلیغات، به ویژه که در طول مبارزات ترامپ پیوسته جمع‌های بزرگتری به همایش‌هایش جلب می‌کرد. البته کلینتون برای گرد هم آوردن چنین جمعیتی از یاری دو ستاره بروس برینگستین و بانجووی برخوردار بود. شخص رئیس جمهور، دختر و شوهر هیلاری کلینتون و میشل اوباما پیشتر آمده به روی صحنه آمدنش برای واپسین تلاش در انگیزه دادن به رای دهندگان بودند. Hello Philadelphia. Then I'm asking you to work as hard as you can. هموطنان من، ازتون میخوام این روز آخر تمام تلاشتون رو بکنین تا این جنگجو، این سیاستمدار، این مادر بزرگ و وطن پرست هیلاری کلینتون رو به ریاست جمهوری آمریکا انتخاب کنیم. وزیر سابق خارجه این بار به جای حملات لفظی معمول به ترامپ از پیروزی و اتحاد سخن گفت. یک بار برای همیشه ثابت کنیم که عشق بر نفرت چیره میشه. مردم فیلادلفیا، بیایید فردا رای بدیم. بیایید با هم تاریخ ساز بشیم. متشکرم. خدا حفظتون کنه. دو خانواده‌ای که در مجموع 16 سال ساکن کاخ سفید بودند و حالا یک زوج سخت در تلاش از کلید این کاخ را به خانواده دیگر تحویل دهد. اما رئیس جمهور کردن بانوی اول سابق آمریکا هیچ وقت کار آسانی نبوده است، هم به این دلیل که به شدت به کلینتون ها عدم اعتماد وجود دارد و هم به این خاطر که در فضایی که بخش بزرگی از جامعه خواهان تغییر است، شعار آنها ادامه این راه است. برای همین هم در این واپسین ساعات با تمام قوا وارد صحنه شده. موانعی که حامیانش به آن آگاهند و میگویند نگرانیشان تا شمارش آرا پایان پیدا نکند رفع نخواهد شد. بزرگترین چالش ما این بوده که به مردم بفهمونیم که رأیشون تأثیر داره. البته منظورم طرفدارای ترامپ نیست. در مورد کسانی حرف میزنم که کلن رغبتی به رأی دادن ندارن. تمرکز ما باید روی اونها باشه. من خیلی اضطراب دارم. دیدم بریتانیایی‌ها برخلاف پیش‌بینی‌ها رأی به خروج از اروپا دادن. ما شهری‌ها فکر می‌کنیم همه مثل ما رأی میدن، در حالی که آدم واقعاً نمی‌تونه مطمئن باشه که نتایج آرا چی میشه. رأی‌گیری که اولین نتایجش در دهی بسیار کوچک در ایالت شمال شرقی نیوهمشایر همان بامداد سه‌شنبه معلوم شد. از 8 رأی اخذ شده، 4 رأی به خانم کلینتون، 2 رأی به آقای ترامپ و 2 رأی اعتراضی. ترکیب آرایی که آقای ترامپ امیدوار است در بیش از 130 میلیون رأی که احتمالاً اخذ خواهد شد تکرار نشود. Together we will make America wealthy again. We will make America. او هم در آخرین سخنرانیش که برخلاف چند روز گذشته در آن دیگر پایبند به متن از پیش نوشته شده نماند، سعی کرد به حامیانش روحیه و امید بدهد. پایان 18 ماه مبارزات انتخاباتی که در تندی و نامتعارف بودن بی سابقه بود. حالا نگاه صدها میلیون نفر
در داخل و خارج آمریکا به تصمیم رای دهندگانی است که جهتگیری این کشور را تعیین خواهند کرد. بهمن کلباسی، BBC، نیویورک. خبرنگارمون هادی نیل